سلام به شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، امیدوارم روزهای زیبای بهاریتون به خیر باشه. من پگاه هستم و در این ویدیو از کاربردهای درمانی آلوئه ورا براتون میگم. پس با من همراه باشین و لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید. آلوئه ورا علاوه بر مزایایی که برای پوست و مو دارد، برای درمان بسیاری از بیماری‌ها مانند مشکلات گوارشی و بیماری‌های دندان بسیار مفید است و به روش‌های مختلفی مصرف می‌شود. ژل آلوئه ورا و آب آلوئه ورا. قبل از هر چیزی باید تفاوت این دو را یاد بگیرید. آب آلوئه ورا از برگ آن گرفته می‌شود. منظور از برگ همان پوسته خارجی است، اما ژل داخل گیاه آلوئه ورا می‌باشد. آب آلوئه ورا طعم مطبوعی دارد و در اسموتی های مختلف هم مورد استفاده قرار می گیرد. فواید آلوئه ورا برای سلامت بدن. رفع سوزش معده. مطالعات نشان می دهند که مصرف آب آلوئه ورا در وعده های غذایی به کاهش مشکلات گوارش و سوزش معده کمک می کند و اسید معده را کاهش خواهد داد. درمان سوء هاضمه. نوشیدن یک چهارم فنجان ژل آلوئه ورا با نصف فنجان آب سیب به برطرف کردن مشکل سوء هاضمه کمک می کند. علت آن هم وجود سیتوسترول بی و خواص ضد التهابی این ماده است. اما مراقب باشید که زیاده روی نکنید. کاهش قند خون. مطالعات نشان می دهند که بیماران مبتلا به دیابت که دو بار در روز به اندازه یک قاشق غذاخوری آب آلوئه ورا می خوردند و این کار را حداقل تا دو هفته پیش می بردند، افت قند خون مناسب تری نسبت به بقیه داشتند. در واقع آلوئه ورا به عنوان یک ماده ضد دیابت هم شناخته می شود. درمان دیابت با آلوئه ورا. روش اول، می توانید یک قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا را به تنهایی مصرف کنید یا اینکه یک قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا را با عسل و آب میوه های مثل سیب و پرتقال و یا با انواع سالاد مخلوط کرده و میل کنید که هر دوی این روش ها به درمان دیابت کمک بسزایی خواهند کرد. چه کسانی باید آلوئه ورا مصرف کنند؟ استفاده از این گیاه برای افراد روزه‌دار و دارای اضافه وزن توصیه می شود، زیرا مصرف فیبر در این نوع گیاه مانع از یبوست شده و احساس سیری طولانی مدت را ایجاد خواهد کرد. همچنین برای افرادی که در کنار رژیم غذایی ورزش هم می کنند مفید است، زیرا بیشتر از هر زمان دیگری دچار ضعف سیستم ایمنی خواهند شد. مصرف کمپوت آلوئه ورا هم می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شود. مزایای آلوئه ورا برای سلامت پوست و مو. درمان جوش و لک. ابتدا قسمتی از برگ را بریده و ژل آن را استخراج کنید و بر روی قسمت جوش یا سوختگی یا لک اعمال کنید. این عمل را روزی 3 تا 4 بار تکرار کنید تا زمانی که بهبودی حاصل شود. شفاف سازی پوست. ترکیب 2 قاشق چایخوری گلاب و 2 قاشق چایخوری آب آلوئه ورا به از بین بردن سلول‌های مرده پوست و لایه برداری آن کمک می‌کند و به تدریج باعث شفاف‌سازی آن خواهد شد. این محلول را هر روز استفاده کنید تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسید. رفع بیماری‌های دندان. ژل آلوئه ورا دارای خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی است و برطرف کردن مشکلات دندان را تسریع می‌بخشد. مرسی که با من همراه بودین، امیدوارم شاد و سرزنده باشین. دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.